بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که تندرست و سالم و صحتمند باشین. جلسه هشتم فیزیک صنف در با شما آغاز میکنین و در این جلسه یک دو موضوع از فصل که در او قرار داریم و انشالله با شما به پایان میرسونین این موضوعات و فصل جدید را با شما شروع میکنین. اولین موضوعی که قراره در این جلسه با شما آغاز کنیم اشتباه در اندازه‌گیریه. زمانی که انسان‌ها توسط وسایل مختلف کمیت‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند، بعض اشتباهات در اندازه‌گیری رخ می‌ده و به وجود می‌آید. که این اشتباهات یا توسط انسان به وجود می‌آید یا ذریعه یا توسط وسایل اندازه‌گیری. حالا اگر این اشتباهاتی که وجود میاد در اندازه گیری توسط انسان ها باشه چه کار کنیم تا اون اشتباهات از بین بره، و یا اگر توسط وسایل اندازه گیری و اشتباهات وجود میاد برای اصلاح از اون اشتباهات چه کار باید کرد؟ اشتباهی که توسط انسان به وجود میاد، اون اشتباهات ما و شما میتونن توسط تمرین و تکرار زیاد اصلاح کنیم. مثلا ما و شما وقتی که از متر استفاده میکنین یا از خطکش استفاده میکنین، استفاده صحیح از اون ما و شما باید بفهمیم که در چه محدوده از متر باید استفاده کرد و در چه محدوده از خطکش استفاده کرد. و ما و شما وقتی که از متر یا خطکش استفاده میکنیم باید چکار کنیم؟ باید به طور درست بتونیم درجه بندی هایی که روی او آله اندازه گیری مشخص شده را بفهمیم و بخونیم. اگر ما و شما در خانش درجه بندی های روی آله اندازه گیری اشتباهی داشته باشین، خب این اشتباهات توسط کی به وجود آمده؟ توسط انسان به وجود آمده و توسط ما و شما. برای که ما و شما بتونین این اشتباهات اصلاح کنین و از بین ببریم و یا حداقل به کمترین مقداری رو برسونیم، باید چکار کنیم؟ در لحظه خانش ارقام و درجه هایی که روی آله اندازه گیری وجود داره دقت بیشتر کنیم. وقتی ما و شما شاگردای عزیز طول قرار اندازه گیری کنیم، مثلا یک زمین ورزشی که در مکتب ما و شما قرار داره، وقتی اندازه گیری میکنین و سر متر گرفته داره میگیریم به این طرف، باید درجه بندی که ما و شما اون نظر به همون نقطه که معین کردیم ما هم اندازه گیری کنیم و مشخص کنیم، او درجه بندی به طور عمود از بالا نگاه کنیم و بخونیم. یعنی از یه حالت کج به او نگاه نکنیم و او رو نخونیم، به او بخونیم، چون امکان داره در خانش او درجه بندی از زاویه‌ای که ما و شما نگاه میکنیم اشتباهی به وجود بیایه. یعنی ما و شما او طول یا کمتر در نظر بگیریم و یا بیشتر. این اشتباهاتیه که توسط چی به وجود میایه در اندازه گیری؟ توسط انسان. خب چه کار کنیم که این اشتباهات اصلاح بشه، از بین بره و یا حداقل به کمترین مقدار خوب برسه؟ خب برای این که این کارها صورت بگیره، انسانها باید تمرین و تکرار بیشتر کنه تا این که در اندازه گیری از او اشتباهات کمتر صورت بگیره و اشتباهات کمتر رخ بده. نوع دیگه اشتباه میتودیه، یعنی اشتباهاتی که در روشها به وجود میایه. ما و شما مثلا تولر میتونین با وسایل مختلف اندازه گیری کنیم، یا کتلر میتونین توسط ترازوهای مختلف اندازه گیری کنیم، میتونین توسط ترازوهای دوپلهی اندازه گیری کنیم، توسط ترازوهای دیجیتالی اندازه گیری کنیم. وقتی که ما و شما از وسایل مختلف در اندازه گیری استفاده میکنیم و اشتباهات صورت میگیره، او اشتباهات میتودی میگن، استفاده از روشهای مختلف توسط انسان ها. هر لحظه که ما من یک کمیت اندازه گیری کنیم روش خور تغییر میدیم، و زمانی که ما و شما روش خور تغییر میدیم بدون شک باعث به وجود آمدن اشتباهات میشه، چون اشتباهات باعث و بانی که اشتباهات به وجود میاره بازم ما و شما نیم. چرا؟ چون روش ها و متد ها خور و طریقه هایی که برای اندازه گیری استفاده کردیم تغییر دادن و به او بلدیت کامل نداشتن. و نه و بعدی هم گفتیم که اشتباهات ابزاریه، یعنی او ابزار، او وسیله و او آلهی که در اندازه گیری استفاده میکنیم اشتباه توسط او وسیله به وجود میایه. مثلا
در آله اندازه‌گیری که ما شما مد نظر گرفتیم او حالا خودی رو یک نقص داره. مثلا ترازوهای دوپله‌ای در نظر میگیریم، در او ترازو خودی رو قبلا یک اشتباه داره و وقتی که ما از او ترازو در اندازه‌گیری کتل استفاده میکنیم، خب بدون شک اندازه‌گیری که ما شما کردیم هم دوچار نقص و اشتباهه. یا مثلا از یک خطکش استفاده میکنیم برای اندازه‌گیری طول و او خطکش لای لای شده، یعنی طول به عبارت چکار میشه؟ کمی کم میشه. وقتی ما و شما اندازه گیری میکنیم در اندازه گیری اشتباهاتی به وجود میه که یه اشتباه عنوان رو گذاشتن اشتباه ابزاری، یعنی آله و وسیله که ما و شما از او استفاده کردیم دوچار نقص و عیبی بوده و همین نقص و عیب وسیله اشتباه در اندازه گیری رخ میده که اشتباه ابزاری عنوان داره. و موضوع بعدی تعلیل و تجزیه ابعاد. در این قسمت هم میتونه اشتباهات توسط انسان ها به وجود بیایه. اندازه و مقدار کمیت های فیزیکی باید توسط واحداتی نشان داده شود که در مطابقت با بعد آن کمیت باشد. یعنی وقتی ما یک کمیت را اندازه گیری میکنیم، فرض میکنیم که ما و شما ما این چی را اندازه گیری کنیم؟ طول را اندازه گیری کنیم. خب طول میشه کمیت. بری که ما و شما تحلیل و تجزیه درستی از اندازه گیری خودشتو باشین، خب باید برای اندازه گیری طول یک واحد مناسبه، یک وسیله مناسبه انتخاب کنیم. مثلا مثالی که ما و شما به سلایز زدیم، طول نمیتونیم توسط چی اندازه گیری کنیم؟ کیلوگرم، چون کیلوگرم واحد مناسبه برای طول نیه. و یا مثلا وقتی ما و شما بگیم که وزن اندازه گیری کنیم و وزن رو بیاییم توسط متر اندازه کنیم، آیا متر واحد مناسبه برای وزن؟ نه خیر. پس برای که ما شما میاییم کمیت های مختلف رو اندازه گیری کنیم، باید برای اندازه گیری او کمیت های فیزیکی یک واحد مناسب انتخاب کنیم. و یا ای که مثلا ما و شما یک محیطی داریم به شکل مکعب مستطیل شکل و از ما و شما خواسته میشه که ما و شما بریم مساحت این شکل که داره رو دریافت کنیم. اگر طول از این بالفرض مثال باشه 8 متر، اما عرض او باشه 250 سانتی متر، وقتی ما و شما بخوایم مساحت از این دریافت کنیم، آیا میتونیم به راحتی بگیم بله مستطیل طول ضرب عرض کنیم، بگیم 8 متر ضرب کنیم به 250 سانتی متر؟ خب بدون شک در این قسمت هم اشتباهی به وجود میایه، چون ما و شما واحدات مناسب برای کمیت مشخص شده استفاده نکردیم. وقتی ما و شما مایم مساحت یک شکل هندسی دریافت بکنیم، باید واحد مناسبی هم برای اندازه گیری مساحت و شکل انتخاب کنیم. خب طول را اندازه کردیم، واحد طول متره. اینجا گفتیم برای اندازه گیری طول از کیلوگرم نمیشه استفاده کرد. بله کیلوگرم واحد اندازه گیری کتله یه، نه برای طول. وقتی وزن ما این دریافت کنیم، واحد گفتیم آیا میشه از متر برای اندازه گیری وزن استفاده کرد؟ نه خیر، چون متر برای اندازه گیری طول استفاده میشه. خب حالا همه طول این شکل هندسی ما شما از چی؟ 8 متر و توسط متر اندازه گیری کرده، متر واحد اندازه گیری طوله. خب سانتی متر هم بله برای طول استفاده میشه. عرض طول رو دریافت کردیم 8 متر و عرض رو دریافت کردیم 250 سانتی متر. آیا طول ضرب عرض کنیم مساحت این شکل هندسی دریافت میشه؟ نه خیر، چون بازم ما واحدات درست استفاده نکردیم برای دریافت مساحت. وقتی ما این مساحت یک شکل هندسی دریافت بکنیم، باید واحدات به یک نوع باشه. یعنی چه کار باشه؟ وقتی که طولی و بر اساس متره، عرضی هم باید بر اساس چی باشه؟ متر باشه. و اگر عرضی و به سانتیه، این هم به سانتی تبدیل کنیم. یعنی هر دو یا به متر باشن و یا به سانتی متر. اگر ما و شما بیاییم بیاند 8 متر ضرب 250 سانتی متر بکنیم، یه هم برای ما و شما جواب اشتباه حاصل میده. و بازم اشتباهی که به وجود میآید توسط چی به وجود میآید؟ توسط انسان ها به وجود میآید.
و ما باید واحدات مناسب برای اندازه گیری هر یک از کمیت های فیزیکی انتخاب کنیم تا این که او بود و او جهتی که ما شما با اندازه میگیریم در او اشتباه به وجود نیاید. و فصل جدید در با شما آغاز میکنیم و در این فصل هدف اصلی و محور اصلی موضوعات ما شما در رابطه به نوره. در زندگی بشر نور اهمیت، ارزش، جایگاه و مقام بالایی داره. در ابتدا بشر با روشنایی روز، یعنی زمانی که روز طلوع میکرد و روشنایی به وجود میامد، بشر شروع میکرد به آغاز و فعالیت و کار کرد. و زمانی که شب میشد و نور غروب میکرد و تاریکی به وجود میامد، استراحت شروع میشد. اما امروزه از نور و روشنایی استفاده بی نهایت متعدد صورت میگیره و ارزش و جایگاه نور هم همچنین به زندگی ما و شما بالاتر قرار گرفته. نور آنقدر به زندگی ما و شما ارزش داره که بر راحتی نمیتونین وصف اور کنین و اور توضیح بدین. دانشمندان متعدد و مختلفه در رابطه به نور نظریه دادن و حتی موضوعات و قضایایی هم در او رابطه طرح کردن. دانشمندان یونان باستان مانند فیثاغورس، دموکریتوس، افلاطون، ارسطو و دیگر دانشمندان در رابطه به ماهیت نور بحث‌های مفصل انجام دادند. مثلا یکی از این دانشمندان اقلیدوس حدود 3 قرن قبل از میلاد انتشار نور به خط راست و مستقیم، یعنی گفته چه کار میکنه؟ نور انتشاری به صورت خط مستقیمه. و موضوع دیگه که این دانشمند بیان کرده برابری زاویه وارده و منعکسه میباشه. یعنی 3 قرن قبل از میلاد این دانشمندان این موضوعات طرح کردن و در رابطه به این موضوعات نظریه دادن. همچنین دانشمندان اسلام هم مانند ابو ریحان البیرونی، ابو علی سینا و هر یک نظریات در رابطه به ماهیت نور بیان کردند. و اینا همه نظریات دانشمندان و کارکرده ای دانشمندان با ما و شما چی به اثبات میرسونه؟ ارزش، جایگاه و اهمیت نور در برای ما و شما بیان میکنه. نور عبارت از یک نوعی از انرژی است که میتونه سبب روحیت اجسام و تغییر ماده شود. نور سبب روحیت اجسام میشه، یعنی نور باعث میشه که ما و شما بتونین اجسام و اشیاء مختلف را ببینیم. در این رابطه به روحیت اجسام هم نظریات مختلفی وجود داشته. مثلا در ابتدا دانشمندان میگفتن که زمانی که نور به چشم ما بیفته ما میتونیم او جسم را ببینیم، اما برعکس و این نظریه اشتباه ثابت شد. ما و شما زمانی میتونیم یک جسم رو ببینیم که ابتدا نور به او جسم بفته و از او جسم نور به چشم ما و شما برخورد بکنه و انعکاس بکنه. در او صورت ما و شما میتونیم او جسم رو ببینیم. و همچنین نور سبب تغییر ماده میشه. مثلا در نباتاتی که رنگ سبز دارن، انرژی نورانی به انرژی کیمیاوی تبدیل میکنه و توسط همه انرژی نورانی میتونه عملیه ترکیب زیر چکار کنه؟ تکمیل بسازه. و در اونا هم از نور استفاده میشه و ارزش نور در اونجا هم برای ما شما زیاده. و زمانی که دانشمندان مختلف در رابطه به نور کار کردن و موضوع دیگری و قابل اهمیتی وجود داره که عبارت از سرعت نوره، که از زمان گلیله این موضوع مطرح شد و دانشمندا چکار کردن؟ برای اندازه‌گیری سرعت نور سعی و تلاش زیاده کردن. از جمله خود گالیله که تصور میکرد سرعت نور نامحدوده، یعنی در یک لحظه آنن میتونه فاصله بین دو نقطه طی بکنه و او دو نقطه هم اصلا موقعیت مهمیه که به هم نزدیکم و یا ای که دورم. و میفهمیم که این تعریفم اشتباه ثابت شده و دانشمند دیگری به روش ها و موضوعات مختلف تونسته سرعت نور به اثبات برسونه که نور میتونه به طور معمول سرعت یا 3 ضرب 10 به توان 8 متر بر سکند سرعت نور برسه. سرعت نور به طور عادی گفتن چه ذره؟
سه ضرب ده به توان 8 متر بر سکن. این میشه سرعت نور به طور عادی، اما این سرعت واقعی نور نیه. به اندازه خیلی کم و یک مقدار حشری سرعت نور از این پیتره و ما و شما برای آسونی کار و محاسبات خود از این عدد استفاده میکنیم برای سرعت نور. سرعت واقعی نور 0.2997924586 یعنی بی نهایت کم از این قیمتی که ما شما 3 ضرب 10 به توان 8 متر بر ثانیه در نظر میگیریم. و یا میتونه نور 300 هزار کیلومتر بر ثانیه طی بکنه. هر دو مقدار یکی بر اساس متر بیان شده و دیگری بر اساس کیلومتر بیان شده. و این سرعت هم در محیط شفاف در نظر گرفته شده و در خلا. و موضوعی بعدی که در ارتباط نور ما شما مهم بخونیم، اجسام از نگاه جذب و عبور نور. خب بدون شک بعضی از اجسام میتونه نور به صورت کامل از خود عبور بده، کاملا نور از خود عبور بده، و بعضی از اجسام میتونه قسمتی از نور از خود عبور بده، و اجسامی هم وجود داره که نور اصلا از او عبور کرده نمیتونه. هر قدر که جسم نور بیشتر عبور بده خب جذب و کمتر دیگه. اجسام از نگاه جذب و عبور نور به سه نوع یا به سه دسته تقسیم شده. دست اولی اجسام شفاف، عبارت از اجسامی هستند که تمام نور را از خود عبور میدهند. یعنی نور زمانی که به او جسم میتابه به طور کامل از اون نور از او جسم نور چکار میکنه؟ عبور میکنه. مانند شیشه، وقتی ما و شما یک شیشه بدون شک در و پنجره های اتاق ما و شما شیشه داره و میبینیم نور از او چکار میکنه؟ کامل عبور میکنه. و دسته دومی اجسام نیمه شفاف، عبارت از اجسامی هستند که مقداری از نور را از خود عبور میدهند و مقدار دیگه چکار میشه؟ جذب میشه. اجسام نیمه شفاف، این اجسام مقدار نور را از خود عبور میدهند، مانند کاغذ و یا پلاستیک. و دسته سوم اجسام غیر شفاف، این اجسام کاملا مانع عبور نور میشوند، مانند سنگ و چوب یا دیواری که وجود داره. اگر به یک طرف دیوار نوری وجود داشته باشه و اون نور به دیوار بتابه، آیا اون نور از دیوار عبور کرده میتونه؟ نه خیر. پس به چند دسته تقسیم کردیم اجسام از نگاه جذب و عبور نور به سه دسته: اجسام شفاف، اجسام نیمه شفاف و اجسام غیر شفاف. اجسام شفاف کاملا نور از خود عبور میداد، اجسام نیمه شفاف مقداری از نور از خود عبور میداد، و اجسام غیر شفاف یا کدر عبارت از اجسامی که نور اصلا از او عبور کرده نمیتونه. و موضوع بعدی اجسام از نظر تولید نور به دو دسته تقسیم میشه: یک اجسام منیر یا روشن و دیگر اجسام غیر منیر یا غیر روشن. اجسام منیر یا روشن عبارت از اجسامی هستند که خود نا نور تولید کنه، مانند گروپ و مانند آفتاب. خود ای اجسامی که ما و شما نام اینا رو ذکر کردین اجسامی هستند که خود نا میتونه چکار کنه؟ نور تولید کنه. و دسته دوم اجسام غیر منیر یا غیر روشن عبارت از اجسامی که نور تولید کرده نمیتونه، مانند سنگ، مانند چوب یا مانند زمین که خود نور نداره. و موضوع بعدی اجسام از نظر تولید یا پخش نور بازم به دو دسته تقسیم میشه. و زمانی که یک شی مایه نور پخش بکنه به دو حالت نور پخش میشه: یا پهنه و یا ای که نقطه‌ایه. زمان ما یک جسم از نظر پخش نور پهن میگیم که او فاصله او به ما و شما بسیار نزدیک باشه، و ما و شما نوری که او پخش میکنه به شکل چی میبینیم؟ پهن میبینیم، یعنی دامنه یا فضای زیاده در بر میگیره. و دسته بعدی به شکل نقطه‌ایه. علت که نور به شکل نقطه‌ای پخش میکنه اینه که از ما و شما فاصله بی نهایت زیاده داره. اگر ما و شما یک چراغ مشتی در نظر بگیریم،
و اگر او از ما و شما فاصله زیاد داشته باشه و از ما و شما دور باشه، او رو به شکل چی ما و شما میبینیم؟ به شکل یک نقطه. پس چه کار میکنه؟ نور به شکل نقطه ای پخش میکنه. و اگر همو چراغ دستیر با ما و شما خیلی نزدیک کنن و فاصله رو خیلی خیلی کم کنن و پیش بیارن، چه کار میشه؟ نور به شکل پن پخش میکنه. پس به این دلیل اینا هم به دو دسته تقسیم شده، یکی به شکل پن و دیگری نقطوی. این موضوعاتی بود که شاگردای عزیز ما و شما در این جلسه خوندیم. نکات کلیدی و برجسته از دور با شما دوباره مرور میکنین که بیشتر زندشین ما و شما بشه. در ابتدا از اشتباه در اندازه گیری صحبت کردیم که این اشتباه به دو طریقه میتونه به وجود بیایه. یک اشتباهی که به وجود میایه توسط انسانه و دیگر توسط وسیله. اشتباهی که توسط انسان به وجود میایه میتونین توسط تکرار زیاد او اشتباه رو ما شما اصلاح کنین، و اشتباهی که توسط وسیله به وجود میایه ما شما کارکرد و عمل کرد و استفاده خورد توسط از این وسیله باید استفاده اصلاح کنیم، تا این که او اشتباهات حداقل به کمترین مقدار خود برسه. و موضوع بعدی تحلیل و تجزیه ابعاد. ابعاد جمع بوده و به دایمنشن برای از اون میگن. وقتی ما شما مقدار فیزیکی یک کمیت رو ما اندازه گیری کنیم، باید واحد مناسب استفاده کنیم برای اندازه گیری هر کمیت. و یا وقتی ما این مساحت یا حجم یک شکل هندسی دریافت بکنیم، بازم باید برای اندازه گیری هر بعد از او که استفاده میکنین و بعد را اندازه گیری میکنین واحدات امنه استفاده کنیم. یعنی وقتی ما این مساحت دریافت کنیم، نشه که طول به متر اندازه کنین و عرض به سانتی متر. هر دو بعد باید به یک واحد باشه، یا هر دو به متر باشه و یا هر دو به سانتی متر باشه. و موضوع بعدی در رابطه به نور صحبت کردین و از اهمیت نور در زندگی بشر گفتین و نظریه دانشمندان مختلف در رابطه به نور، اندازه‌گیری سرعت نور و همچنین اجسام از نگاه عبور و جذب نور که به سه دسته تقسیم شد: شفاف، نیمه شفاف و غیر شفاف یا کدر. در این رابطه شاگرد عزیز به شما ذکر کردم که هر قدر عبور نور زیاد باشه، جذب نور کمه. مثلا اجسام شفاف به طور کاملا، تقریبا به طور کاملا نور عبور میدن و نور خیلی زیاد عبور میدن. وقتی نور خیلی زیاد عبور میده، پس مقدار جذبی و خیلی کمه. اما اجسام نیمه شفاف مقداری از نور را از خود عبور میده و مقداری را هم جذب میکنه. اما اجسام غیر شفاف به طور کاملا نور از او عبور کرده نمیتونه و کامل نور در او چه کار میشه؟ جذب میشه. و از نظر تولید نور اجسام را به دو بخش تقسیم کردیم: منیر و غیر منیر. اجسام منیر اجسامی بودن که خود اینا نور تولید میکنن و غیر منیر توانایی تولید نور را ندارن. و اجسام از نظر پخش نور هم به دو نوع بود: یک پن و دیگری نقطوی. پن زمان یک جسم نور به شکل پن پخش میکنه که فاصله با ما خیلی کم باشه، و زمان به شکل نقطوی نور پخش میکنه که فاصله از ما و شما زیاد باشه. خب شاگردای عزیز، این موضوعات بود که ما و شما در این جلسه خوندیم و فصل جدید که در رابطه به نورم بود او رو شروع کردین. امیدوارم که موضوعات کلیدی رو یادداشت کرده باشین و همچنین به جلسه بعدی که من خدمت شما قرار میگیرم آمادگی قبلی هم داشته باشین. تا به او جلسه که من خدمت شما قرار میگیرم، شما رو به الله پاک میسپارم. الله پاک یار و یاور شماست.